گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از درون پایگاه عین الاسد. موشک های ایرانی به کجا اصابت کردند؟ خیلی از سربازها به ما گفتن که فقط چند دقیقه فرصت داشتن خودشون رو به پناهگاه برسونن. یک هفته بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران، اسناد راستی آزمایی شده حاکی از شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری است. گزارش یک سازمان حقوق بشری درباره استفاده از ابزار غیرقانونی در برخورد با اعتراضات روزهای اخیر در ایران. عفو بین‌الملل می‌گویند مأموران دولتی معترضان را با ساچمه‌های تفنگ شکاری هدف قرار دادند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس در حمله پهپادی آمریکا در خروجی فرودگاه بغداد، ایران چندین موشک بالستیک را روانه دو پایگاه در عراق کرد که میزبان نیروهای آمریکایی هستند. بیشتر موشک‌ها به پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار اصابت کرد. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد به این پایگاه رفته و میگوید بیشتر خسارت به تجهیزات هوایی آمریکا وارد شده. او با سربازان و فرماندهان آمریکایی درباره آن حمله و تدابیر امنیتی بعدش هم صحبت کرده. این فرودگاه در عراق به گفته آمریکایی‌ها نقشی در عملیات پهپادی برای کشتن قاسم سلیمانی نداشته. اما اینجا بود که هدف انتقام خواهی ایران شد. این محل برخورد یکی از موشک ها بوده. بیش از 10 موشک به اینجا پایگاه عین الاسد خورده. فرمانده‌های آمریکایی به من گفتن که دقت موشک ها بالا بوده و هدف اصلی به نظر فقط محل استقرار نیروهای هوایی و تجهیزات هوایی آمریکا بوده و بیشتر خسارت هم همینجا به بار اومده. این لحظه برخورد موشک ها به پایگاه، تصویری که یکی از سربازهای نیروی هوایی آمریکا گرفته. حمله 2 ساعت طول کشیده. فرماندهان پایگاه چند ساعت قبل هشدار حمله احتمالی را گرفته بودند، اما گویا کسی انتظار موشک باران را نداشته. میتونم صادقانه بگم که واقعا ترسناک بود. بین نیروها کسی چنین چیزی رو تجربه نکرده بود و ما واقعا نمیدونستیم چی میشه. بعد از اینکه هشدار رو گرفتیم، تمام طول شب به این فکر میکردیم چه اتفاقی میفته تا بتونیم براش برنامه ریزی کنیم. در زمان حمله وقتی در پناهگاه بودیم، هر بار که موشک ها میومد، موج انفجار همه ساختمون رو تکون میداد و در به شدت تکون میخورد و ما نمیدونستیم بیرون چه اتفاقی داره میفته. فقط نگران خودمون بودیم و دیگرانی که بیرون هستن. اگر فرمانده ها میدونستن که این موشک ها داره میاد، چرا اونها رو رهگیری یا منهدم نکردن؟ من واقعا نمیتونم درباره تصمیمی که در رده های بالا گرفته شد حرف بزنم، اما ما دستوری نداشتیم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما اینجا در اسد خودمون رو آماده کردیم و همه رو به پناهگاه فرستادیم و جانشون رو حفظ کردیم. اصلا میتونستین اونها رو رهگیری بکنین؟ نیروهای من چنین توانایی رو نداشتن. من پیاده نظامم، نه نیروی هوایی. و بازم میگم درباره اینکه چنین تصمیم هایی چرا گرفته شده یا نشده نمیتونم چیزی بگم. بیشتر نیروها ساعتی قبل از حمله زیر تاخهای بتونی مثل این پناه گرفته بودند، اما نه آنهایی که پستشان هنوز تمام نشده بود یا کشیک بودند. اینجا یکی از نقاطیه که به شدت در این حمله موشکی آسیب دیده، خوابگاه نیروی هوایی آمریکا بوده و خیلی از سربازها به ما گفتن که فقط چند دقیقه فرصت داشتن خودشون رو به پناهگاه برسونن. اگر احتمالاً آمریکایی‌ها اون هشدار رو دریافت نمی‌کردن، خیلی از همین سربازایی که ما باشون صحبت کردیم میتونستن کشته بشن.
اینجایی که ما هستیم اتاق من در اردوگاه ایکس بود، جایی که من در اون میخوابیدم. هر وقت کار نمی کردم از همینجا با خانوادم حرف می زدم. موشک دقیقا خورده اینجا و این چیزیه که از اون باقی مونده. درست قبل از اینکه دور اول موشک ها اصابت کنه ما پیامی به کامپیوترمون ارسال شد که می گفت موشک به سمتتون شلیک شده. این تقریبا 2 دقیقه قبل از موشک های اول بود. من در پناهگاه نبودم و در اتاق عملیات بودم، فقط روی زمین دراز کشیدیم. این که پیش از حمله خبر به آمریکایی ها رسیده بود به این تعبیر شد که ایران موشک ها را به قصد کشت شلیک نکرده. آنها که آن شب را تجربه کرده اند اما روایت دیگری دارند. اونا خوابگاه ها رو زدن، جاهای مشخصی که همیشه پر سرباز بود و هدف قرار دادن. برای همین فکر نمی کنم که اونا واقعا از کشتن ابایی داشتن. اینکه ما اون شب تلفاتی نداشتیم کاملا یه معجزه بود. یه چیز دیگه می خوام بهت بگم، اینکه اونا طوری حمله رو سازماندهی و شلیکا رو برنامه ریزی کرده بودن که بینشون فاصله بود. برای اینکه بعد از شلیک اول یک فاصله طولانی بود که ما رو بیرون بکشن. ما هم همش بین خودمون صحبت میکردیم که آیا تموم شد؟ بریم بیرون. یعنی فکر میکنین میخواستن فریبتون بدن؟ بله بله، فکر میکنم اونا میخواستن بین حمله اول و بعدی زمان کافی بگذره که ما بیرون بیاییم و محل حادثه و کشته های احتمالی رو بررسی کنیم تا همون موقع موج دوم حمله بیاد. و این به نظرم کاملا عمدی بود. همه چیز به سرعت در این پایگاه که یکی از مهمترین مراکز فرماندهی عملیات مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق بود در حال تغییر است. من و همرزمم خودمون رو به زمین انداختیم و انفجار خیلی خیلی بزرگی رو حس کردیم. همه چیز خیلی خیلی سریع اتفاق افتاد. پیش خودت فکر میکنی که امیدوارم موشک بعدی روی من نیفته. هر چیزی از ذهنت میگذره. من با این ذهنیت اومدم که به خاطر جنگ با داعش این جنگ. اما بعد از 2 ماه از شروع ماموریتم متوجه شدم که نه، کسای دیگه ای هم وجود دارن. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حالا عملیات بر ضد داعش را متوقف کردند. میگویند پایگاه هایشان همچنان در خطر حمله راکتی یا موشک هایی است که ممکن است شبانه از سوی نیروهای نزدیک به ایران به سویشان شلیک شود. سال قبل که به اینجا آمده بودم با اینکه جنگ علیه داعش هنوز ادامه داشت به من گفتن که این پایگاه کاملا امنه و نیازی به پوشیدن جلیقه ضد گلوله وجود نداره. اما الان تمهیدات امنیتی کاملا فرق کرده و از 6 عصر تا 6 صبح باید در محوطه حتما جلیقه ضد گلوله بپوشین. اون حس امنیت به نوعی اینجا از بین رفته. به رغم تهدیدها میزبان آمریکایی من در پایگاه موقع فیلم برداری این تصاویر تاکید میکرد که این نقل و انتقال سربازان عادی است و فعلا آمریکا قصدی برای خروج نیروهایش ندارد. این در حالی است که گروه هایی که بیشترشان نزدیک به ایرانند هشدار می دهند اگر آمریکایی ها از اینجا نروند هرچه دیده اند از چشم خودشان دیده اند. شرایطی که نشان از روزهای پر التهاب تر آینده در عراق دارد. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، پایگاه عین الاسد. بعد از این حمله 1 هفته پیش بود که پدافند سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری را در نزدیکی تهران سرنگون کرد. آنچه مقام‌های ایران پس از چند روز کتمان اشتباه انسانی خواندند، جان 176 انسان را گرفت. 1 هفته پس از این سانحه هنوز نقاط مبهم زیادند. چرا 2 موشک به هواپیما شلیک شد؟ آیا فرضیه هک شدن سیستم راداری ایران که مقام‌های نظامی مطرح کردند محتمل است؟ برای گفتگوی بیشتر کریستیان ترایبرت خبرنگار نیویورک تایمز که ویدیویی که دیشب منتشر شد رو راستی آزمایی کرد از نیویورک با ماست. آقای ترایبرت خوش آمدید به برنامه. در وهله اول از روند راستی آزمایی این ویدیو برامون بگین.
I'm sorry, I missed the first part of your question. Sometimes you're breaking up. ببخشید من قسمت اول سوال شما. از روند راستی آزمایی این ویدیو بگین. از کجا مطمئن شدین که این ویدیو درسته؟ Okay, so this is the first video that came out. اولین ویدیویی بود که بیرون اومد و برای اولین بار ثابت میکنه که دو موشک استفاده شده، نه یک موشک، دو موشک به پرواز 752 برخورد کردن. ما در تیممون در نیویورک تایمز پروسه‌ای داریم به نام تحقیق بصری که بهش میگن جیولوکیشن، یعنی این که در درجه اول لوکیشن یا محل فیلم برداری ویدیو رو تعیین میکنیم. طبیعتاً چون تاریکه ما تنها دو نقطه روشن رو میبینیم که دارن میرن به سمت یک نقطه روشن دیگر، که خب ما حدس میزدیم که هواپیمای پرواز P752 باشه. ما باید این رو راستی آزمایی میکردیم. با استفاده از اون نقاط مشخص و قابل تشخیص بصری، اون لندمارک هایی که اونجا هستن، و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و گوگل ارث تلاش کردیم که این محل رو پیدا کنیم. و از اونجایی که ما در گذشته هم گزارش های دیگری درباره این سقوط در منتشر کرده بودیم و در ویدیوی دیگری هم که بررسی کرده بودیم نشون داده بودیم که یک موشکی داره به هواپیما میخوره، میدونستیم که به طور کلی باید کدوم منطقه رو به صورت تقریبی ببینیم در جنوب غرب تهران. یک جامعه بزرگی در آنلاین وجود داره که در زمینه جیولوکیشن فعال هست و یک همکاری بسیار بزرگی بوده. خیلی از افراد، نه فقط از نیویورک تایمز بلکه از بلینکت و افراد دیگری در توییتر، مشارکت کردن و تلاش کردن که ببینن که این ویدیو کجا فیلم برداری شده. و بعد از اینکه ما لوکیشن دقیق اون رو مشخص کردیم، تلاش کردیم که زمان رو محاسبه کنیم. حدود 30 ثانیه زمان هست بین پرتاب موشک اول و موشک دوم، و با اختلاف حدوداً 23 ثانیه به هواپیما برخورد میکنن. و همه این منطبق بود با اطلاعات دیگری که از قبل در اختیار داشتیم درباره هواپیما، زمانی که ترانسپوندر اون خاموش شده بود و زمانی که موشک دوم بهش برخورد میکنه. تاریخی که با گوشه سمت راست تصویر دیده میشه تاریخیه که متفاوت از تاریخ ساقط شدن هواپیما. علت اون چیه؟ این سوال خیلی خوبیه و خب ما هم فوراً این رو مشخص شد، متوجه شدیم. 2019 خب این تاریخی بود که اونجا دیده میشد و تاریخ سقوط هواپیما نیست. ما فکر میکنیم به خاطر اینکه سیستم این دوربین داره از تقویم ایرانی استفاده میکنه و نه تقویم گریگوری، بنابراین اون برمیگرده در واقع به روز اون ماه در ماه دی در سال 2019. این یک روز فرق 17 و 18 اون یک روز اختلاف احتمالاً به خاطر اختلاف در سال کبیسه است، اختلافی که با واسطه سال کبیسه بین تقویم ایرانی و تقویم گریگوری پیدا میشه و بنابراین احتمالاً اون اپراتور این دوربین نیومده این رو تصحیح کنه در اونجا. بنابراین برای اینکه پاسخ رو کوتاه کنم، اون روز صحیح نیست، برای اینکه داره تقویم ایرانی رو نشون میده. آقای ترایبرت، تصویر قبلی رم، تصویر اول رم نیویورک تایمز اولین جایی بود که موفق شد صحتش رو تایید بکنه. این تصویر دوم به نظر شما چه چیزی به دانسته های ما اضافه میکنه درباره این سانه؟ خب این یک ضایعه بزرگی هست و اطلاعات جدیدی که از این ویدیو به دست ما میاد اینه که برای اولین بار ما حالا میدونیم که نه یک موشک بلکه دو موشک به هواپیمای P752 برخورد کردن. این همچنین اطلاعات جدید اون نکته تاریکی که پیشتر داشتیم و اون اینکه چرا ترانسپوندر از کار افتاد به اون هم جواب میده، چون وقتی ویدیو قبلی اومد ما میدونستیم که
هواپیما در نقطه ای بهش موشک برخورد کرده که ترانسپوندرش کار نمیکنه. ترانسپوندر اون دستگاهیه که سیگنال میفرسته و لوکیشن هواپیما رو مشخص میکنه. بنابراین ما سوال بزرگ برای ما این بود که چرا قبل از اینکه هواپیما موشک بهش بخوره ترانسپوندرش خاموشه، و حالا میدونیم که به این دلیل بود که یک موشک دیگری قبلا بهش برخورد کرده بود و به همین دلیل که اون اولین موشک ترانسپوندر رو از کار انداخته بود. و این خیلی مهمه، برای اینکه سوال هایی که الان مطرح میشه اینه که در واقع ترتیب رویدادها چی بوده وقتی که سیستم پدافند، سیستم دفاع موشک ایران دو تا موشک پرتاب میکنه. بنابراین سوال اینه که چرا بعد از اینکه اولین موشک رو شلیک کردن یک موشک دیگر رو هم شلیک کردن؟ آیا هنوز نفهمیده بودن که این هواپیما چه هواپیماییه؟ شاید به خاطر اینکه هواپیما بعد از اصابت اولی موشک همچنان به پروازش ادامه داد و شاید به همین دلیل اونها موشک دوم رو هم شلیک کردن. بنابراین اینا هنوز گمانه‌زنی هایی است که ما پاسخ سوال ها رو نداریم، ولی خب سوال اصلی اینه که چرا دو موشک پرتاب شده، شلیک شده، و چرا در فرایند تصمیم گیری به این نتیجه رسیدن که باید دو تا موشک رو شلیک کنن. متشکرم کریستیان ترایبرت، خبرنگار نیویورک تایمز. سوال هایی که آقای ترایبرت مطرح کردند رو دیرتر از یک کارشناس امور نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا خواهیم پرسید. هادی نیلی همکارم در همین زمینه گزارش رو تهیه کرده، ابتدا اون رو ببینیم برمیگردیم. مجموعه پیشرفته پدافند هوایی تو N1 در سیستم پدافند نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کار گرفته شد. بهمن ماه 1385، 13 سال پیش، رونمایی سپاه پاسداران از سامانه پدافند هوایی تور M1 ساخته روسیه در یکی از نقاط اوج بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و در میان حدس و گمان‌ها درباره احتمال حمله موضعی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای، دولت‌های غربی درباره فروش این سامانه دفاعی به ایران ابراز نگرانی کرده بودند. چند سال بعد از امضای قرارداد، ایران این سامانه را از روسیه تحویل گرفت. در مباهات به دقت این سامانه، گزارشگر تلویزیون دولتی گفت که تحت تأثیر جنگ الکترونیک هواپیماهای دشمن قرار نمی‌گیرد. این سیستم به دلیل استفاده از سامانه‌های راهگیری غیرفعال قادر است بدون این که تحت تأثیر جنگ الکترونیک هواپیماهای دشمن قرار گیرد، آنها را راهگیری کند. 13 سال بعد، در میان بهت و انتقادها از شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری پرواز 752، مقام‌های ارشد نظامی ایران می‌گویند احتمال نقش جنگ الکترونیک را در نظر دارند. اینکه آمریکایی‌ها چنین اقداماتی بکنند، حالا نه از جنس همین کار، در منطقه سابقه داره. اینکه توسط سیستم‌های الکترونیکی و سایبری اهداف مجازی رو در آسمان ایجاد بکنن به اشکال مختلف و به تعداد مختلف، این سابقه داره و این کار شده. یا اخلال در سامانه ها و سیستم ها ایجاد بکنن، این کار سابقه داره، شدنیه و شده. ما یه تیم بررسی سایبری و الکترونیک هم تشکیل دادیم، به محض اینکه این مسائل روشن شد اینها هم شروع به کار کردن که این موارد را در بیارم. ولی من عرضم اینه که در مورد این سامانه و این هواپیما و مشخصات و مختصاتی که وجود داره، این کار یه مقدار بعید به نظر میرسه، ولی با این حال قابل بررسی است. با وجودی که این چهره های ارشد نظامی هم این احتمال را بعید میشمرند، فرمانده هوافضای سپاه میگوید در آن 3 روز اول که به انکارهای مقام های ایران در حمله به هواپیما گذشت، عده‌ای هم تلاش میکردند فرضیه جنگ الکترونیک را مطرح کنند برای کنترل فضا. مطرح نکنیم، ضمن اینکه بالاخره اون حالا ما ادعای کرده بودیم همچین اتفاقی افتاده، ولی ستادهای بالاتر، ستاد کل اینا، اونها همین الان ببینید تو فضای مجازی چی میگن، میگن که نه جنگ الکترونیک بوده، چی بوده. همون موقع همین بحثا مطرح شد، گفتم ما باید بیایم کنترل بکنیم. یعنی دو تا موضوع باعث شد که ما بلافاصله اطلاع رسانی نکنیم این رو، یعنی به نفع امنیت کشور بود. چون اگه مطرح میکردیم کلا سیستم پدافندی ما دیگه فشل میشد. خب بچه ها اصلا به همه چی دیگه شک میکردن. این شوکی که وارد شد، خب الحمدلله الان برطرف شده. حسین سلامی که حالا فرمانده سپاه است، آن زمان خودش فرمانده هوافضای سپاه بود و این تسلیحات در دوره او به کار گرفته شد.
انتشار عکسی از آنچه به نظر می رسید سر موشکی باشد که در سامانه تور شلیک می شود که گفته شد در نزدیکی محل اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی پیدا شده، این فرضیه را تقویت کرد که پای تور در میان بوده است. مقام های ارشد اوکراینی این عکس را هم به عنوان یکی از مدارک خود به بی بی سی نشان دادند. مدارکی که آنها می گویند قبل از این جمع کرده بودند که مقام های جمهوری اسلامی در یک دور برگردان از موضع رد کامل اصابت موشک به اذعان به سرنگونی هواپیما با موشک تغییر جهت دهند. خیلی از تحلیلگران نظامی می گویند احتمال دخالت الکترونیکی از بیرون وجود نداشته. این سامانه به هیچ وجه از فاصله 1400 الی 1500 کیلومتری قابل جمع شدن یا هک شدن نیست. حمله سایبری هم روش اثر نمیذاره، چون این سامانه کاملا مجزا از شبکه سایبری هستش و هیچ ارتباطی با اون شبکه C4I پدافند هوایی خاتم الانبیا نداره، کاملا مستقل هستش. وقتی که روی یک پهپاد قفل راداری انجام داده باشین، راحت توی اسکوپ میبینین که یک هواپیمای مسافربری سایزش خیلی بزرگتر هستش، یعنی اون نقطه نورانی که روی اسکوپ رادار هستش خیلی بزرگتر هست نسبت به اون نقطه کوچکی که یک پهپاد داره. حالا به فرض ما بگیریم که این تجربه هم نبوده، این سامانه یک دوربین حرارتی داره. شما با دوربین حرارتی میتونین خود هدف رو دبل چک بکنین، یعنی خیالتون راحت بشه که هدف چی هستش. یعنی این و این دوربین یک دوربین کاملا آنالوگ هست، به هیچ این دوربین به هیچ سامانه کامپیوتری درون کابین این دستگاه اصلا متصل نیست، به اینترنت متصل نیست. 8 سال پیش وزارت دفاع آمریکا در گزارشی کاملا محرمانه به مواردی از هدفگیری‌های اشتباهی سامانه‌های ضد هوای ایران اشاره کرده. گزارش خطاهای عملیاتی واحدهای دفاع هوایی ایران در سال 2008 میگوید هر چند سطح هوشیاری و آماده باش سامانه دفاع هوایی ایران بالا رفته، ولی با فرماندهی و کنترل ضعیف بوده که باعث بروز اشتباهاتی شده. در این گزارش آمده که در ژوئن سال 2007 میلادی، یعنی خرداد یا تیر 1386، سپاه پاسداران با سامانه تور به طرف یک هواپیمای غیر نظامی شلیک کرده. در این تاریخ گزارشی از صدمه به هواپیمای غیر نظامی در آسمان ایران در دست نیست و البته در گزارش پنتاگون هم حرفی از صدمه احتمالی نیامده. یک سال بعد هم در ماه مه 2008، اردیبهشت یا خرداد 1387، سامانه دفاع هوایی ایران به یک هواپیمای مسافری و همینطور یک پهپاد تجسسی ایران شلیک کرده. در همان ماه شلیک اشتباه به یک F-14 نیروی هوایی ایران هم ثبت شده. علاوه بر اینها در سال 1387 سامانه دفاع هوایی ایران به دو هواپیمای مسافری دیگر هم شلیک کرده. سامانه دفاع هوایی ایران دو هواپیمای مسافری دیگر را هم هدف گرفته. این پرونده قطور 13 سال حضور سامانه تور 1 به ابهام‌های این روزها درباره سرنگونی هواپیمای مسافری دامن زده. جان 176 نفر گرفته شد. هزاران نفر از بستگان و آشنایان آنها سوگوار شدند و یک تراژدی ملی در ایران و کانادا رقم زد. افکار عمومی با بهت از این سانحه و خشم از اشتباه و پنهانکاری هنوز چشم به جزئیات تازه دارد. جزئیاتی که شاید جوابی باشند برای سوالهایی از این دست که چرا هواپیمای مسافربری، چه کسی و چرا در چنان ساعتی پس از حمله به مقر آمریکایی‌ها در عراق اجازه داد پروازهای مسافری ادامه پیدا کند. چرا آنطور که فرماندهان سپاه میگویند آن را با موشک کروز در اندازه کاملا متفاوت اشتباه گرفتند، که چطور با 30 ثانیه فاصله دو موشک، دست کم دو موشک به طرف این هواپیمای تازه برخواسته شلیک شد، و اینکه چطور میتوان مطمئن شد که دیگر چنین اشتباه هایی رخ ندهد. هادی نیلی، بی بی سی. مایک میهایلوویچ، متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا از تورنتو با ماست. آقای میهایلوویچ، سوالی که برای بسیاری مطرحه در روزهای گذشته اینه که چرا بعد از موشک اول موشک دوم شلیک شده؟ شما فکر میکنید علت چیه؟ قبل از هر چیز عصر شما بخیر. پروسه استاندارد در سیستم موشکی تور اینه که دو تا موشک با فاصله 3 تا 5 ثانیه شلیک میکنن. بنابراین نظر شخصی من اینه که فرمانده پرتاب در این واحد موشکی بعد از اینکه اولین موشک رو انداخته، و من متاسفانه باید از این لغت هدف استفاده کنم برای اینکه این یک هدف بوده، از
دیده که این هدف مسیرش رو تغییر نداده و متلاشی نشده، نابود نشده، بنابراین چند ثانیه فرصت داشته که ببینه باید چه کار کنه، بنابراین بعد تصمیم گرفته که یک موشک دوم رو هم شلیک کنه. بنابراین در این لحظه چون همه اطلاعات رو نداریم در این باره که چه اتفاقی واقعا افتاده در اون کابین، من میتونم بگم که به نظر من طبیعتا این کاملا وابسته به تصمیم فرمانده اون واحد پدافند بوده که تصمیم گرفته که هواپیمایی که قبل از اون با موشک اول آسیب دیده رو یک موشک دوم هم بهش شلیک کنه. میفرمایید که بین دو تا شلیک معمولا 3 تا 5 ثانیه فاصله هست، اما در تصویری که منتشر شده به نظر میاد که 30 ثانیه فاصله هست. در اون 30 ثانیه امکان این نبوده که متوجه بشن که این هواپیمای مسافربریه و نه موشک کروز؟ بله، من باید بگم که یک پرسنل با تجربه که خوب تعلیم دیده باشن میتونن یک نقطه روشن بزرگی در صفحه رادارشون ببینن و باید متوجه بشن که این با مسئله نظامی فرق میکنه، این مسیرش با مسیر یک موشک کروز فرق میکنه، بسته به نوع موشک کروز اندازش فرق میکنه و موشک اول هواپیما رو بهش آسیب زده، به احتمال زیاد باعث شده که خلبان ها کشته بشن، بنابراین هواپیما همچنان داره در همون مسیر قبلی احتمالاً به حرکت خودش ادامه میده و خب اون اپراتور باید که یک محاسباتی انجام میداده یا باید با فرمانده خودش مشورت میکرده، ولی فکر میکنم که احتمالاً وظیفه‌اش این بوده که اون هدف مشخص شده برای خودش رو نابود کنه، بنابراین تصمیم گرفته که موشک دوم رو شلیک کنه. معمولا یک دو موشک میتونه حدود 90 تا 95% هدف خودش رو نابود کنه، ولی یک موشک تنها حدود 60-65%. بنابراین دو موشک رو استفاده کردن، ولی خب این همش در نهایت وابسته به تصمیم فرمانده اون واحد هست یا اون فرمانده اون واحد پرتاب موشک، واحد پدافندی. مشخص هست که موشک اول چه بلایی سر هواپیما آورده؟ میگن که منجر به ترانسپورت، آسیب به ترانسپورت پوندر هواپیما شده. این یعنی دقیقاً چه اتفاقی افتاده در شلیک اول؟ اوکی. فرست میسایل واز لانچد تو اینترسپت. موشک اول برای خوردن به هدف هواپیما در دورترین فاصله ممکن در اون لحظه پرتاب شده. در ترانسپوندر یک آنتنی وجود داره که یک سیگنال هایی رو از خودش متساعد میکنه. یکی از آثار ممکنه این انفجار اتفاق افتاده بر اثر موشک اول اینه که ترکش های حاصل از این موشک ممکنه که به کابین خلبانی برخورد کرده باشن و احتمالاً پرسنل داخل اون کابین خلبان و کمک خلبان رو کشتن یا زخمی کردن و یا اینکه به هر حال اون توان ارتباط برقرار کردن رو از اونها گرفتن، اونها رو فلج کردن. بنابراین احتمال این است که اون ضبط کننده هایی که در داخل کابین باشن لحظه دقیق اصابت رو، لحظه دقیق انفجار رو ثبت کرده باشن، چون یک صدای بنگ خیلی بزرگی بوده. به هر حال به دلیل انفجار یا به دلیل اینکه خدمه کشته شدن یا به شدت زخمی شدن، واکنش این اتفاق خاصی نیفتاده، چون اگر توانش رو داشتن طبیعتاً اولین غریزه خلبان یا کمک خلبان این بوده که سکان رو برداره و به سمت دیگری خلبان رو حرکت بده، هواپیما رو حرکت بده، ولی خب مهمتر اینه که ما ببینیم که چه چیزی ضبط شده در این تجهیزات ضبط هواپیما. ما مطمئنیم که یک صدای انفجار بزرگ، یک بیگ بنگ اونجا ضبط شده velocity they will simply shred to the aluminum skin
این ترکش های هواپیما که ذرات کوچکی هستند، نسبتا کوچکی هستند و دیدارن، اینها داخل بدنه هواپیما شدن. متاسفانه اینطور طراحی شدن که این رو، این بدنه آلومینیومی رو سوراخ کنن و طبیعتاً آلومینیوم نمیتونه در برابر اونها هیچ دفاعی داشته باشه و خب این در نهایت به سقوط هواپیما انجام میده. بنابراین در لحظه اول انفجار نیست که اتفاق میفته یا عامل سقوط هواپیماست، چون این پارتیکل ها، این ذرات، این ترکش ها دمای خیلی بالایی دارن و بنابراین ممکنه که تمام سوختی که در هواپیما به ویژه در بال هواپیما بوده رو منفجر کرده باشن و باعث آتش گرفتن اون شده باشن. آقای میهایلوویچ، بعضی از کارشناسا میگن که این سیستم پدافند یک دوربین حرارتی داره که بر اساس اون دوربین باید تشخیص داده میشده که این هواپیما دو موتور داره، هواپیمای مسافربری و موشک کروز نیست. آیا چنین گفته رو شما هم تایید میکنید؟ من باید در این باره اظهار نظر کنم، برای اینکه دوربین حرارتی یکی از گزینه هاست، ولی سیستم تور ام یک این گزینه رو داره که این از این دوربین استفاده کنه. سیستم تور ام 2 ام 2 قطعا دوربین ها رو داره. حالا در مورد این سیستم تور ام 1 باید ببینیم که آیا واقعا این دوربین رو نصب کردن یا نه. درسته که این دوربین با استفاده از داده های حرارتی سعی میکنه که محیط رو ارزیابی کنه. در یک مسیر 15-16 کیلومتری شاید خیلی واضح نباشه، اما اگر هواپیما 5-6-7 کیلومتر فاصله داشته باشه با اون، بله، من معتقدم که کاملا قابل دیدن هست برای این دوربین. باید ببینیم چه جور دوربینی هست، رزولوشنش چیه، قابلیتش چیه. بنابراین گزینه‌های مختلفی موجوده. در نهایت امر بله، من موافق هستم که دوربین حرارتی میتونسته کمک بکنه که بفهمن که این یک هواپیمای مسافری است و موشک کروز نیست، اما ابزار اصلی تعیین هویت این هواپیما باید رادار باشه. رادارها، اپراتورهای رادار باید قادر باشند، قادر می بودند که بفهمند که این یک هواپیمای مسافری است و یک موشک کروز نیست و این یک نحوه بسیار متفاوته و این دو موشک کروز و هواپیمای مسافربری اندازه‌شون به شدت با هم دیگه متفاوته. بعضی از مقام‌های ایران این ادعا رو مطرح کردند که احتمال داره آمریکا این رادارها رو دستکاری کرده باشه. چقدر امکان دستکاری این رادارها وجود داره؟ تکنولوژی موجود هست که آمریکایی‌ها دارن، اسرائیلی‌ها دارن، بهش میگن NCTT و ساترن. اطلاعاتش به شدت طبقه بندی شده است، خیلی سریه، در سطوح بسیار بالا. این امکان هست که تکنولوژی، از این تکنولوژی استفاده بشه در مسافت‌های کوتاه، اما این که بخوایم جای یک راداری که هزاران کیلومتر از مرز ایران احتمالاً فاصله داره، از مرز ایران و عراق یا از خلیج فارس یا از افغانستان فاصله داره، به نظر من خیلی کم احتمالش، خیلی غیر محتمله. در این لحظه باید فکر کنیم به این، به عنوان یکی از امکانها که محتمل نیست، و همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممکن اطلاعاتی داشته باشند درباره پرواز هواپیماها. و وقتی چنین ادعایی مطرح میکنن که موشک های دوربرد اونها، رادارهای دوربرد اونها که فاصله زیادی با خلیج فارس و مرز عراق افغانستان دارن، چنین اطلاعی چیزی رو ثابت نمی کنه. یکی از چیزهایی که میتونه این رو ثابت کنه اینه که اون ریدر رکورد یا اون سابقه راداری رو ارائه بدن، ببینن که از اون مسافت به نظر من قابل موثر نیست همچین تکنولوژی. بنابراین من میگم که ممکن نیست، ولی خب در نهایت وظیفه اثبات این بر عهده سپاه پاسدارانه که ثابت کنن که آمریکایی ها اومدن و مداخله کردن در این سیستم اونها. متشکرم. مایک میهایلوویچ، کارشناس امور نظامی، با ما.
اما امروز هم مقام‌های ایران در مورد سقوط هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران صحبت کردند. از حسن روحانی رئیس جمهوری گرفته تا علی عبداللهی معاون ستاد کل نیروهای مسلح. هرچند هنوز خبری از عذرخواهی رسمی و توضیح قانع کننده‌ای درباره این تراژدی ارائه نشده. همکارم باران عباسی در استودیو با ما است و آخرین‌ها رو دنبال کرده. باران، به نظر میاد که جو در تهران کمی امنیتیه. درسته رانا، خبرهایی که امروز به دست ما رسیده میگن که در تهران جو شدید امنیتی حاکم بوده، مخصوصا در اطراف دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران. تصاویری که مخاطبای بی بی سی برای ما فرستادن نشون میده که نیروهای یگان ویژه اطراف این دانشگاه هستن. میدونیم که دانشگاه امیرکبیر و تهران در کنار دانشگاه شریف مرکز اعتراضایی بودن که در چند روز گذشته به سرنگونی هواپیمای مسافربری انجام شده و همینطور برخورد مسئولان با این فاجعه. مقام های ایران هم همونطور که گفتی صحبت هایی داشتن، بعضی از احتمال دخالت آمریکا در شبکه رادار ایران گفتن، اینکه شاید یک حمله سایبری باعث شده باشه نیروهای سپاه هواپیمای مسافربری رو با موشک کروز اشتباه بگیرن. علی عبداللهی معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با تلویزیون دولتی ایران در این باره گفتگو کرده و این احتمال رو ضعیف دونسته. که آمریکایی‌ها چنین اقداماتی بکنن، حالا نه از جنس همین کار، در منطقه سابقه داره، اینکه توسط سیستم های الکترونیکی و سایبری اهداف مجازی رو در آسمان ایجاد بکنن به اشکال مختلف و به تعداد مختلف. این سابقه داره و این کار شده. یا اخلال در سامانه ها و سیستم ها ایجاد بکنن، این کار سابقه داره، شدنیه و شده. ما یه تیم بررسی سایبری و الکترونیک هم تشکیل دادیم. به محض اینکه این مسائل روشن شد، اینها هم شروع به کار کردن که این موارد رو در بیارن. ولی من عرضم اینه که در مورد این سامانه و این هواپیما و مشخصات و مختصاتی که وجود داره، این کاری مقدار بعید به نظر میرسه، ولی با این حال قابل بررسی است. صحبت های علی عبداللهی بود، معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح. آقای روحانی هم امروز باز هم در جلسه هیئت دولت صحبت کرده، حرف از صداقت با مردم زده. میدونیم که علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بودش که قبلا اینکه هواپیما با موشک هدف قرار گرفته باشه غیر ممکنه. امروز آقای روحانی گفته که اشتباهات گذشته باید جبران بشه. جبران اول و قدم اول البته به این هست که صادقانه مسائل به مردم گفته بشه. درد مردم و رنج مردم با پذیرش مسئولیت و صداقت حل میشه. ما باید با پیگیری درست و صحیح و دقیق قضایی که قوه قضایی ما، نیروهای مسلح ما، دولت ما همه با هم مشارکت کنند و یک اقدام قضایی انجام بدن که این اقدام قضایی اقناع کننده باشه برای افکار عمومی ما، برای دنیا اقناع کننده باشه. اما قدم نهایی آن است که این حادثه دیگر قابل تکرار نباشه، نه تکرار نشه، قابل تکرار نباشه. صحبت حسن روحانی بود. مقام های ایران در چند روز گذشته صحبت کردن کم و بیش در مورد این مسئله. آقای خامنه ای هنوز حرفی نزده. او امروز با اعضای کنگره 2000 شهید استان بوشهر دیدار داشته ولی هیچ موضع‌گیری نکرده. اما آقای خامنه ای قراره که جمعه امام نماز جمعه باشه و بعد از 8 ساله که قراره که امامت نماز جمعه رو به عهده داشته باشه و همین باعث شده که این تصور ایجاد بشه که احتمالاً خطبه های روز جمعه خطبه های مهمی خواهند بود، مخصوصا اینکه معترضان در چند روز گذشته شخص او رو هدف انتقادهای خودشون قرار دادن و او رو مسئول این فاجعه، مسئول نهایی این فاجعه دونستن و این احتمال زیاده که آقای خامنه ای روز جمعه یک موضع گیری بکنه در این مورد. متشکرم باران عباسی در استودیو با ما. و اما مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه‌ای یک هفته از این تراژدی انسانی میگذره ولی سکوت کرده، واکنشی نشون نداده و روز جمعه قراره که در نماز جمعه سخنرانی بکنه. چی میخواد بگه به نظرتون؟
من اول بگم که در بین رهبران مادام العمر و تمامیت خواه خاورمیانه آیت الله علی خامنه ای تنها رهبری بود که تا الان تونسته بود خودش رو پشت دیوان سالاری پشت دین قایم کنه. یعنی همه میگفتند رژیم بشار اسد، رژیم صدام، رژیم بن علی، رژیم نمیدونم مبارک، رژیم معمر قذافی، هیچ کس نمیگفت رژیم خامنه ای در داخل ایران به دلایل متعدد. اتفاقات یک هفته اخیر، حالا از این اعتراضات و شعارهای حیرت آور دانشجویان مخصوصا شما شروع کنید تا به حالا فعالان سیاسی، حرفایی که فعالان سیاسی زدن که در واقع از خرداد هم شروع میشه با اون نامه 14 نفر، در واقع پایان این روند، پایان این ماه عسل 30 ساله آقای خامنه ای است. بنابراین واقعا خیلی فرق زیادی هم نمیکنه چه او بیاد دستور شداد و غلاظ بده که در واقع بخواد روی تشییع جنازه قاسم سلیمانی معروف بده بگه من در قدرت هم مخالفین رو سرکوب میکنم، چه بخواد تلبیه به برخی از اشتباهات اعتراف بکنه که من بعید میدونم، در حال فرقی نداره، مسئله او تموم شده، از این به بعد باید پاسخگو باشه. منتها بر مبنای عملکرد سه دهه گذشته رهبری جمهوری اسلامی من فکر نمیکنم بیاد بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم. تصور میکنم بیشتر روی تشییع جنازه قاسم سلیمانی معروف خواهد داد، روی همون شعارهای قبلی. تصور نمیکنم نقطه عطفی مثبت به نفع جامعه ایران باشه. مخاطبش فکر میکنید چه کسانی هستند؟ مخالفان و مردم ایران یا اینکه طرفدارای او که اونها هم بسیاریشون هنوز در بهت و شگفتی هستند از حادثه ساقط شدن هواپیمای مسافربری؟ میدونید که این روزها خیلی خیلی از نیروهای درون کشور از اصولگرا گرفته تا حالا اصلاح طلبان حکومتی، حتی بخشی از مخالفینه حکومت در خارج از کشور که روش‌های در واقع نرم رو دارند، خیلی طرفدار براندازی نیستن، اونا خیلی آرزو دارند که آقای خامنه‌ای بیاد یه سخنرانی بکنه، مخاطبش رو همه بخش‌های مختلف جامعه بگیره، به همون حرکت به سمت آشتی ملی. منتها اتفاقی که افتاده این هستش که او سال به سال و این اواخر هم اصلا روز به روز در واقع داره تنهاتر میشه و تنهاتر شده. مخاطبش هی هر روز بخش‌های خاص و کوچکتری از جامعه هستن. این آخرین اتفاقی که افتاد، یعنی در واقع اینی که سه روز سپاه پاسداران انکار کرد این بشه در واقع گاردهای رسانه‌ای، افسران جنگ نرم سپاه و بسیج افتادن به جون روزنامه‌نگاران خارج کشور، به همه گفتن خائن و بعد ناگهان رو حکومت پذیرفت که ما بودیم شلیک کردیم. واقعا نسش که ضربه خیلی محکمی به هم بخشی از حامیان آقای خامنه ای زد. قبل از اون خیلی باورشون نمیشد واقعا که حکومت سپاه شلیک کرده باشه. قبل از اون ماجرا هم در واقع انتقام سخت دوباره یه ضربه به بخشی از حامیان تندرو حکومت زد، قانع نشدن از شلیک موشک‌های سپاه، گفتن سپاه ساخت و پاخ کرده. و قبل از اونم اگر یادتون باشه نامه بی سابقه نیروهای اصولگرا، نیروهای ارزشگرا در داخل کشور به آقای خامنه ای بود که در واقع انتقاد می‌کردن از کشدار اعتراضات معترضان آبان ماه. من فکر می‌کنم که مخاطبان او این روزها خیلی خیلی کمن، حداقلن در واقع یک بخشی از فناتیک‌ترین، مذهبی‌ترین و متعصب‌ترین بخش‌های جامعه که در کف ایران مازلو هستن و اون بخش‌های سازمان یافته حکومت که در واقع تابع دستورات مرکزی دارن حرکت می‌کنن. تصور نمی‌کنم جز این مخاطبی بگیره، هرچند اگر جز این مخاطبی بگیره جدا هم به خودش هم به حکومت لطف بزرگی کرده. آقای روحانی برای دومین بار صحبت کرده بعد از این فاجعه و گفته که باید صداقت پیشه کنند مسئولان و صادقانه مسائل گفته بشه. چرا او خودش به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور این شیوه صداقت رو در پیش نمیگیره و با مردم صادقانه نمیگه که چه اتفاقی افتاده چهارشنبه گذشته؟ حالا این بخش از همون نونوربازی های جمهوری اسلامی است دیگه، بخش از همون چیزی که میگن شؤونات نظام. یعنی هر سر رئیس جمهور آخر ایران میگن که سپاه فاسده، بعد همشون میگن نمیدونم سپاه قاچاقچیه، بعد سپاه میره متهمین رو میکشه، نمیدونم سرداراشو به جرم فساد، به جرم جاسوسی بازداشت میکنن، به بوئینگ هم شلیک میکنه، بعد شما هم که انتقاد میکنین میگن آقا سپاه تضعیف نکنید. یعنی واقعا آدم نمیفهمه پس بالاخره باید چیکار کنه، اگر انتقاد نکنیم میخوام چیکار کنیم. منتها فکر کنم آقای روحانی یه مسئله فراتر و بزرگتر هم داره. تصورم این هست که او داره سیگنال میفرسته، نگران سناریو سازی های سپاهه. سناریو سازی فقط این نیست که صورت مسئله را عوض کنن. الان داریم میشنویم که هی دارن بحث جنگ روانی آمریکا رو مطرح میکنن، جنگ الکترونیک، عذرخواهی میکنم اینکه آمریکا هک کرده شبکه پدافندی ایران، هایی دارن روش بیانیه میدن، مانور میدن،
اون فیلم بردار بیچاره نگهبان حاشیه پرند که فیلم برداری کرده اون رو گرفتن، معلوم نیست چه اعتراف میخوان ازش بگیرن. فقط مسئله سناریو سازی سپاه این نیست که صورت مسئله رو عوض میکنه، مسئله این هست که بعضی وقتا این سناریوها چون باید به زور شمشیر با در واقع قدرت فائقه تحمیل بشه به کشور، اساسا سیاست خارجی سیاست داخلی کشور رو عوض میکنه، یعنی ناگهان کشور رو میبره تو شرایط انسداد. فکر میکنم بیشترین نگرانی آقای روحانی سر این مسئله است و بیشتر داره سیگنال میفرسته به اونور که من وایسادم مواظب باشید اون طرفا نرید. یه بار دیگه هم یادم هست چند وقت پیش آخرین باری که این کار رو کرد سر ماجرای بازداشت مدیران کانال های تلگرامی بود و مسئله نفوذ، که اونجا البته صریح‌تر اومد گفت با نفوذ بازی نکنید، سناریوها نسازید. متشکرم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. عفو بین‌الملل میگوید نیروهای امنیتی در ایران به کسانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت داشتند با گلوله ساچمه‌ای که برای شکار به کار می‌رود شلیک کردند. عفو بین‌الملل گفته در این تیراندازی‌ها عده‌ای زخمی شدند. در روزهای گذشته بسیاری از مردم برای همدردی با خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراین به خیابان‌ها رفتند که با خشونت ماموران امنیتی مواجه شدند. از سوی دیگر خبرهایی به BBC رسیده که خانواده‌ها تحت فشارند که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنند. مریم افشان گزارش می‌دهد. اجساد کشته شدگان هواپیمای اوکراین به تدریج به خانواده‌هایشان تحویل داده می‌شود و خصوصی و با حضور خانواده‌ها دفن می‌شوند، در حالی که بسیاری از مردم در سراسر ایران خود را سوگوار این فاجعه می‌دانند. خبرهایی به دست بی بی سی رسیده که خانواده کشته شدگان تحت فشارند که اگر با رسانه‌های خارجی صحبت کنند تحویل جنازه‌ها به تأخیر می‌افتد. همچنین سپاه پاسداران به خانواده‌ها فشار می‌آورد که بیانیه‌ای برای حمایت از نظام امضا کنند. این توییت فردوسی خانی یکی از پادکست‌های پرطرفدار فارسی است. امیر حسین سعیدی نیا، دانشجوی دکترای دانشگاه آلبرتای کانادا، یکی از کشته شدگان هواپیمای اوکراین بود. این صدای مادرش است. مگه میشه به حرفای مقام معظم؟ بعد از انتشار ویدیوی فریادهای مادر، این ویدیو از پدرش منتشر شد که گویی نوشته ای را از روی کاغذ میخواند و در آن میگوید مگر میشود به حرف مقام معظم رهبری گوش نکرد. این هم سخنان امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده موشکی سپاه، در خانه یکی از کشته شدگان هواپیمای اوکراین است. به شما هم تسلیت عرض میکنیم، تبریک عرض میکنیم این شهیده عزیز و هر حال متعلق الان دیگه به 80 میلیون ما. این در حالی است که بسیاری از خانواده ها میگویند بچه های ما به جنگ نرفته بودند که شهید شوند. علیرضا قنچی، همسر فایزه فلسفی و پدر پارسا و درسا که هر سه نفر در هواپیما جان باختند یکی از آنهاست. احساس میکنم که توهین به شعورم داره میشه موقعی که لفظ شهید برای بچه های من به کار میره. پارسای من که فارسی بلد نبود صحبت کنه و نه تو جنگی شرکت کرده، ایشون فقط سوار هواپیما شده برگرده به خونش، نه قرار بوده تو جبهه باشه، نه سردار جنگی بوده، نه دشمنی در مقابلش بوده و طبق یک حادثه ای، یعنی طبق یک موشکی که حالا هر نقدی بعد لفظ شهید براش گذاشته میشه، برای من این قابل قبول و هضم نیستش و قطعا احساسم فقط این است که توهین به شعور من هستش. 176 نفر بر اثر اصابت موشک در هواپیمایی که از تهران به کیف می‌رفت جان خود را از دست دادند. ایران سه روز بعد اصابت موشک را پذیرفت و گفت خطای انسانی بوده. هیچ مقام حکومتی بابت این خطا استعفا نکرد. از همان روز بسیاری به خیابان‌ها ریختند در اعتراض و برای سوگواری و همدردی با خانواده‌هایی که عزیزانشان را در این حادثه از دست دادند. مردم سوگوار با خشونت و سرکوب مواجه شدند. امروز عفو بین‌الملل بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن فیلیپ لوتر از مدیران عفو بین‌الملل اعلام کرد
منزجر کننده است که نیروهای امنیتی تجمع مردم برای سوگواری و اعتراض مسالمت آمیز و درخواست اجرای عدالت در حق 176 مسافر پرواز هواپیمای سرنگون شده و ابراز خشم از پرده پوشی اولیه مقام ها را با توسل به خشونت سرکوب می کند. مقام های ایران اعلام کردند فیلمبرداری را که لحظه اصابت موشک و سرنگونی هواپیما را به ثبت رسانده بازداشت کردند. عده‌ای از کسانی هم که برای همدردی با خانواده ها و اعتراض به خیابان ها رفته بودند بازداشت شده یا با خوردن گلوله روانه بیمارستان شدند. مریم افشنگ، بی بی سی. 6 روز از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در پی شلیک 2 موشک سپاه پاسداران گذشته، اما همانند بسیاری از حوادث دیگر در ایران هیچ مقامی به نشانه پذیرش مسئولیت از مقامش کناره‌گیری نکرده. کیوان حسینی نگاهی دارد به حوادث مشابه در گذشته و غیبت همیشگی استعفاهایی که از نگاه بعضی مسئولان توصیف می‌شود. من خدای بزرگ را به شهادت می‌گیرم دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم. همین سردار و هم این سردار. واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. هر دو برای این حادثه آرزوی مرگ کردند، اما استعفا نه. نه بابا، حالا هر چی باشه. خواسته ای که برخی معترضین بر آن پا می فشارند، آن هم نه استعفای فرماندهان سپاه، بلکه استعفای رئیس این فرماندهان. استعفا، استعفا، رئیس کل قوا، استعفا، استعفا، رئیس کل قوا، استعفا. واقعا متاسفم از این. استعفا به معنی پذیرش اشتباه از نادرترین واکنش‌های مقام‌های مسئول در ایران است. موضوع استعفای خودم بنده تقدیم کردم و خوشبختانه همین در راه که می اومدم. این استعفا واکنش مدیر عامل راه آهن ایران بود به برخورد دو قطار و کشته شدن 45 نفر و مجلس خبرگان رهبری یا این فرد قربان علی دوری نجف آبادی که بعد از فاش شدن قتل‌های زنجیره‌ای به دست ماموران وزارت اطلاعات از مقام خود به عنوان وزیر اطلاعات استعفا کرد. ماجرایی که در نهایت مانع نشد تا او به فعالیت سیاسیش پایان دهد یا برای انتخابات خبرگان نامزد نشود. اما مواردی مانند استعفای قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات یا محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن مواردی استثنایی در عمر 40 ساله جمهوری اسلامی هستند. در عوض در دهه های اخیر فهرست بلند بالایی از وقایعی وجود دارند که انتظار استعفا در افکار عمومی شکل گرفته، اما از استعفا خبری نشده. از کهریزک شروع کنیم، جایی که بازداشتگاهی تأسیس شد و در جریان اعتراض‌های سال 88 دست کم 3 تن از معترضان در آن کشته شدند، اما به رغم افشای ماجرا و دستور پیگیری رهبر ایران هیچ کس استعفا نکرد. این در حالی بود که ماجرا به شکل کم سابقه‌ای در تلویزیون دولتی ایران هم بازتاب داشت و شکنجه بازداشت شدگان از سوی مراجع رسمی تایید شد. در آن زمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به دلیل آنچه رخ داده عذرخواهی کرد، اما استعفا هرگز. وضعیت کم و بیش مشابه 10 سال بعد رخ داد، در جریان اعتراض‌های آبان ماه 98 که به گفته سازمان عفو بین الملل بیش از 300 نفر کشته شدند و به گفته برخی منابع مانند خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان به 1500 نفر هم میرسد. این بار نه از عذرخواهی خبری بود و نه از استعفا. جرقه اعتراض‌ها را گران شدن بنزین زد، اما این اعتراض‌ها خیلی زود سمت و سوی ضد حکومتی پیدا کرد. آمار کم سابقه تعداد کشته شدگان حتی با رویه سابق حکومت کنونی ایران نیز قابل مقایسه نبود، ولی هیچ کس استعفا نکرد، نه در مجلس، نه در دولت و نه در قوه قضاییه. اما همیشه تعداد بالای کشته شدگان به انتظار استعفای مقامات در افکار عمومی دامن نزده. در ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران بر اساس روایت رسمی 1 نفر کشته شد. این بار وزیر علوم استعفا کرد، اما با استعفایش مخالفت شد. در جریان حمله کوی استعفا شاید کمترین خواسته دانشجویان بود.
بی سابقه بودن حمله به بی سابقه بودن اعتراض ها انجامید. مصطفی معین وزیر وقت علوم می گفت که استعفا کرده ولی رئیس جمهور نپذیرفته. در میان نیروهای انتظامی و سپاه که عاملین حمله بودند هم اصولا کسی صحبت از استعفا نکرد. و درخواست استعفا همیشه سمت و سوی تند سیاسی هم ندارد، مانند حادثه انفجار قطار نیشابور که با 320 قربانی بزرگترین سانحه ریلی کشور لقب گرفت، اما برخلاف فشار شدید رسانه‌ها و افکار عمومی هیچ کس استعفا نکرد. در این سانحه که در سال 82 اتفاق افتاد، اکثر قربانیان کسانی بودند که برای تماشای دو قطار تصادف کرده جمع شده بودند، اما انفجار به مرگ آنها انجامید. سانحه‌ای که به گفته منتقدین بی توجهی به پیش پا افتاده ترین اصول کمک رسانی و امداد و مواجهه با حوادثی از این دست، تعداد قابل توجهی کشته بر جای گذاشت، اما مسئولی با استعفا مسئولیت بر عهده نگرفت. وضعیت کمابیش مشابهی نیز در جریان آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان معروف پلاسکو در تهران شکل گرفت. در این حادثه 21 تن کشته شدند. قربانیان پلاسکو عموماً آتش نشانانی بودند که در هنگام ریزش ساختمان درون آن حضور داشتند. از فساد شهرداری در اجرای مقررات ایمنی آتش نشانی تا اشتباهاتی که به مرگ آتش نشانان منجر شد، به موجی از درخواست استعفا دامن زد. این بار شهردار وقت تهران هدف انتقاد بود، اما او نیز کوتاه نیامد. آتش سوزی در مدرسه‌ای در شیناباد در آذربایجان غربی یکی دیگر از حوادثی بود که افکار عمومی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داد، با دو کشته و ده ها کودکی که در آتش آسیب دیدند. من میخوام موسیقی بزنم اما نمی... نه وزیر آموزش و پرورش یا معاونینش که حتی مدیران منطقه‌ای، استانی و محلی آموزش و پرورش هم به نشانه پذیرش مسئولیت از مقام خود کناره‌گیری نکردند. این صفحه پیکرهای قربانیان پرواز 752 هواپیمایی اوکراین نیز به انتظار مشابهی دامن زد. اینکه کسی با استعفایش نشان دهد که مسئولیت اشتباهی تا این اندازه مرگبار و بی سابقه را به عهده می گیرد. اما با گذشت یک هفته از این سقوط فاجعه بار، ظاهراً این سانحه نیز به فهرست بلند بالای حوادثی اضافه خواهد شد که در آن از استعفای مسئولانه خبری نخواهد بود. کیوان حسینی، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. ممنون از همراهیتون.